35 سال از اولین رژه دگرباشان جنسی در پایتخت ژاپن می‌گذرد و با گسترش این جامعه امید به افزایش حمایت‌ها از آنها و تغییر نگاه‌ها بیشتر می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش روزیتا ایران دوست. اینجا پارک یویوگی توکیو و محل برگزاری رویداد یک هفته‌ای رژه رنگین کمان توکیو است. برنامه‌ای که از سال 2011 هر سال برگزار می‌شود. و رژه امسال نیز با 25مین سالگرد رژه دگرباشان جنسی در توکیو مصادف است. مثل هر کشور دیگه‌ای پروسه آگاهی درباره دگرباشان جنسی پروسه در جریان او یک شبه اتفاق نمی‌افته. من مطمئنم که به زودی در ژاپن و سراسر دنیا شاهد پیشرفت زیادی در این زمینه خواهیم بود. این رژه در منطقه شیبویای ژاپن برگزار می شود. منطقه‌ای که برای اولین بار در سال 2015 به زوجهای همجنس گواهی ارائه داد که گرچه در اعضای آن این زوجها دارای حق و حقوقی بیشتر می شوند، اما به منزله گواهی ازدواج نیست. زیرا ازدواج همجنس در ژاپن هنوز غیرقانونی است. البته 19 منطقه دیگر در ژاپن نیز به محدوده شیبویا برای ارائه گواهی مشارکت ملحق شده اند. در حال حاضر تعداد کشورهایی که ازدواج زوجهای همجنس را قانونی می‌دانند در حال رشد، اما اینجا در ژاپن هنوز به دادگاه‌ها بستگی دارد. کم کم داره تبعیض‌ها و تعصبات علیه دگرباشان تغییر می‌کنه، اما امیدم برای آینده ژاپن اینه که جای شاد و لذت بخشی برای زندگی بشه. امسال نسبت به سال گذشته تعداد شرکت‌هایی که از این رویداد حمایت کردند از 213 کمپانی به 280 شرکت افزایش یافته است و تعداد غرفه‌های شرکت کننده نیز از 190 غرفه به 223 غرفه افزایش یافته. من از دیدن این جمعیت خیلی تعجب کردم و فکر می‌کردم فستیوال کوچکی برپا میشه، اما خوشحالم که مردم از جاهای مختلف اومدن و جامعه دگرباشان جنسی رو پذیرفتن. جمعیتی که با امید به تغییر نگاه جامعه و حمایت از هم نوع خود در این رویداد یک هفته‌ای شرکت کردند. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.